فتح چیست و کجاست؟ فتح یا باد فتح به خارج شدن عضوی از بدن از جای اصلی خودش گفته میشه. فتح ممکنه بدون درد و علائم خاصی باشه، یعنی که دردی از خفیف تا شدید ایجاد کنه. باد فتح ممکنه ارثی باشه و از زمان تولد دیده بشه، یا اینکه اکتسابی باشه و با گذشت زمان به وجود بیاد. در همه انواع فتح بیمار با خطر قطع خون روبروه. تورم حاصل از باد فتح ممکنه فشار زیادی رو وارد کنه. با انقباض رگ‌های خونی سبب کاهش یا قطع خونرسانی به بافت‌های بیرون زده بشه. این عارضه به طور معمول در ناحیه شکمی دیده میشه، اما ممکنه که در ناف، ران و کشالی ران هم رخ بده. در واقع فتح در هر جایی دیده میشه که جداری بافت نگهدارنده اندام ضعیف باشه. فتح کشالی ران رایج‌ترین نوع فتح و زمانی دیده میشه که روده با فشار از نقطه ضعیف شده عبور و وارد دیواره شکمی میشه. البته این فتح در مردان شایع‌تره. پیسه‌های مردان کمی پس از تولد از کانال مقبنی عبور کرده و پای میره. این کانال باید پس از عبور بیزه‌ها کاملا بسته بشه. اما گاهی به طور کامل بسته نشده و منطقه ضعیف و مستعد فتح میشه. فتح هیاتال این نوع فتح بیشتر در افراد بالای 50 سال دیده میشه. در این عارضه بخش از معده از طریق شکافی در دیافراگم که وارد حفره سینه میشه. دیافراگم صفحه ماهیچه‌ایه که اندام‌های شکمی رو از اندام‌های قفسه سینه جدا می‌کنه. علائم فتح هیاتال رفلکس محتویات معده بمری و سوزش معده است. فتح ناف این فتح در نوزادان زیر 6 ماه مشاهده میشه. در این نوع از بیماری روده کودک از طریق شکافی در دیواره شکمی و نزدیک به ناف بیرون می‌زنه. این نوع از فتح تنها نوعیه که به طور خود به خود برطرف میشه، زیرا عضلات شکمی به مرور قوی تر میشن. علائم فتح شاید در علائم عارضه باد فتح، تورم، برآمدگی و وجود توده‌ای در بخش مورد نظره. احساس درد معمولا در ناحیه پایین شکم و محل برآمدگی به خصوص هنگام سرفه، خم شدن یا بلند کردن اجسام دیده میشه. احساس سوزش، احساس وجود حباب در قفسه سینه از علائم دیگرشه. درمان فتح چطوریه؟ روش درمانی که پزشکان برای هر فرد پیش میگیرن به اندازه فرد و شدت علائم اون بستگی داره. به طور کلی سه گزینه پیش روی بیماران و پزشکان قرار داره. تغذیه مناسب و رعایت نکاتی مثل متعادل نگه داشتن وزن. دارو بعضی داروها علائم باد فتح رو کاهش میدن، ولی از بین برنده فتح نیستن. جراحی درمان قطعی این بیماری جراحیه. جراحی باز فتح و لاپاروسکوپی دو روش رایج جراحیه.